به نام حق و به یاد شهدا، وقت کم است، موضوع زیاد است، اما من به صورت معما، به صورت مختصر میخوام چند نکته را داوری کنم، چون در این محفل کسانی که آمدن کسانی است که در یک محفلی که جشن فارغ التحصیل است، از محصلین ماست، از پوهنتون آمدن، پس باید بیشتر دیگر بشید. شما از من شاید بهتر بدانید وضع کشوری من، وضع کشوری خود ما، در کوچه ایتان، در منطقه ایتان، در محل ایتان، از قوم ایتان، از زبان ایتان، از دین ایتان، از مذهب ایتان، از تنظیم ایتان، شاید به هزاران نفر رو بشناسید که در این زمستان خانهش سرد است، یعنی پولی زغال چوب را ندارد، چی رسد به پولی زغال یا گاز برای صندلی و برای چیزی دیگر. شاید 80% ما که برگردیم در خانه خود بعد از این محفل، 80% ما بد نداریم. شاید کسانی بین ما باشد که هیچ برق نشناسد، به خاطری که طبق تحقیق خود وزارت انرژی و آب 35% مردم کابل از برق دولتی کاملا محروم است، یعنی یک ثانیه هم ندارد. خود غین میگوید 1/3 مردم افغانستان گرسنه است، 1/3ش. وزیر اقتصادش میگوید 16 میلیون افغان ها روزی 3 بار نان خوردن نمیتواند. منظورش روزی 3 بار پلو چلو نیست، نان عادی است. تحقیقاتی چند روز پیش سازمان ملل متحد میگوید 9 میلیون افغان و کمک های عاجل بشری نیاز دارد. 9 میلیون افغان ما زندگی نان خشک به اصطلاح ما بخور و نمیر ندارد. هر کدام ما در سرک اگر چشم خود باز کنیم، هموطنان خود میبینیم از هر قوم و دین و مذهب و تنظیم که در این هوای سرد بالای سرک نشستند و شاید 50 افغانی هم درآمد نداشته باشد. پس سوال این است که چرا ما در این حالت هستیم؟ چرا کشور ما، جامعه ما، مردم ما در این حالت است؟ 99% مردم ما، اما 1% مردم ما کاخ دارن، قصر دارن، لانکروزرا دارن، خانهشان مثل دوزخ گرم است، انواع بخاری دارن، دسترخانشان 20-30 نوع غذا است، میوه است. اما تعداد زیادی وطنان ما و من بعضی ها که تماس میگیرن میگوید بشر دوست ما رنگی گوشتی گوسفند بگذار که از گوساله را فراموش کرد. اجیر ما 5300 افغانی ماش دارد، یک نان 10 افغانی است، 2 تا نان یک نفر سیر نمیکنه. معلول ما، بازمانده شهید ما 5000 افغانی حقوق شد. معلم ما، مامور ما، کارمندان دولتی 7000، 8000، 9000. اما از خود خیم 4 لگو 87 هزار است، تمام ماشد. از عینش 2 لگو 76 هزار است. از وزرا 3 لگ است. از وکلا و سناتورا 2 لگو 40 هزار است. از مشاورین 2 لگو 80 هزار تا 3 لگ و حتی بعضی به چند هزار دلار میرسد. چون جامعه ما دچار مشکل است، باید روی این ما باید فکر کنیم. آیا ما منابع نداریم؟ تحقیقات نشان می‌دهد که افغانستان می‌تواند 310 هزار مگاوات برق تولید کند. 310 هزار مگاوات برق آبش، 23 هزار برقی آفتابش و بادش. امروز ما 1300 مگاوات برق تا 1500 مگاوات برق داریم که 1200ش هم وارد می‌کنیم از ایران، تاجیکستان، ازبکستان و غیره. تنها 300 مگاوات تولید می‌کنیم، اما تنها آب ما میتواند 23 هزار مگاوات برق تولید کند. تحقیقات این نیست. نیویورک تایمز در آخرین مقاله ای که درباره افغانستان درباره معدنش من خواندم نوشته بود، ترجمهش البته نوشته بود که
تنها لیتیوم افغانستان، تنها لیتیوم افغانستان ارزش معادل نفت عربستان. چرا ما این امکانات داریم؟ 409 معدن داریم. تنها آهن یا جگر میتونند بودجه عادی و انکشافی افغانستان را تمویل و تامین کنند. پس چرا ما در فقر، در گرسنگی، در بدبختی، در خونریزی، در تبعیض، در ظلم، در ستم کل کشور ما و جامعه ما غرق؟ دلیلش چیست؟ در این رابطه من میفهمم که خلاصه چند موضوع را مطرح کنم. کدوار، رمزوار، امروز شما فکر کنید. با ما گفتن که یکی با ما گفتن که دلیلی که کشور ما در این بدبختی بوده و هست و خاطر که یک قوم در این کشور حکومت میکنه. پشتونا دلیل بدبختی، فقر، ظلم، جنگ، خونریزی ایست که پشتونا حکومت. اما ما تاریخ وقتی میخوانیم بعد از امان الله یک تاجیت آمد به نام عبیب کلکانی. اما باز اونمو فقر و گرسنگی و خونریزی و جهالت آکید. بعد از آقای کارمر آمد، بعد از افضل‌امین و صدر اعظمش هم یک هزاره بود به نام کشمن، باز فقر، گرسنگی، جهالت، تبعیض، ظلم، شکنجه، کشتار، قتل در جامعه ما، در کشور ما حاکم بود. بعد آقای ربانی آمد. پس ما میبینیم که این مشکل اساسی در قوم نیست. اگر در قوم می بود باید تغییراتی می آمد. وقتی یک قوم برد یک قوم دیگه از امامداری رو بگیرد باید تغییرات می آمد. بلتر مشکل ما در نظام است، نظام سیاسی. اما ما تجربه کردیم از شاهی گفتن افغانستان که در بدبختی است و فقر است، ظلم است، ستم است، گرسنگی است بخاطر که شاهی در افغانستان نظامی است. با داود خان جمهوریت آمد اما تغییراتی نکامد. گفتن جمهوریت مشکل داره، جمهوری دموکراتیک آمد. باز ما دیدیم که اونمو حالت جریان داد. بعد از اون جمهوری اسلامی آمد، گفتن جمهوری دموکراتیک هم غلط است، جمهوری اسلامی بیاد. ما دیدیم که این تغییری در زندگی مردم نیامد. منظورم فقر، گرسنگی، ظلم، ستم، کشتن، بدبختی، تبعیض. گفتن امارتی باید بیاد تا تغییر کنه. امارتی را ما تجربه کردیم، تغییر نیامد. گفتن نه، دموکراسی باید بیاد. ما با کزای نظام دموکراسی را به اصطلاح آمد، این که محتوایی کی است، اما تغییر نیامد. گفتن مشکلی که ما داریم در افغانستان که در این بدبختی دچار هستیم با خاطر طرز تفکر نظام فکری نمید. گفتن نظام فکری مثلا داود خان ملی بودن غلط هست. ما باید یک نظام مارکسیستی را در افغانستان بیاریم، یک فلسفه مارکسیستی را. این که تا چی حد با محتوای فلسفه مارکس مطابقه داشت نداشت سابی جا جداست که به این نام نظام مارکسیستی در افغانستان به اصطلاح آمد، کمونیستی آمد. اما ما دیدیم که تغییر نیامد در زندگی مردم، یعنی خوشبخت نشد، دارای آرامی نشد، دارای آبادی نشد، دارای آسایش نشد، ظلم از بین نرفت، کشتار، قتل، شکنجه از بین نرفت. گفتن خود نظام فکری کمونیست ها غلط هست، بیاییم که ما نظام اسلامی رو بیاریم، طرز تفکر اسلامی رو بیاریم. کسانی که سردمداران و رهبران اسلام مغزای متفکر میگفتن اینا آمدن نظام اسلامی، جمهوری اسلامی ایران شد در افغانستان. اما ما باز با همون بدبختی، با همون کشتار، با همون فرق، با همون ویرانی، با همون تبعیض دوچار بودیم. گفتن نوع جمهوری اسلامی این خوب نیست، ما باید نوع امارتیش بیاریم. با آقای ملاعمر نوع امارتی آمد. باز ما کشور دیدیم که داره موحال است. گفتن نه، این طرز تفکرم درست نیست، ما طرز تفکر نظام غربی و حقوق بشری را بیاریم که ما بودم آوریم. اما شما حالتا میبینیم. پس مشکل سن هم مشکل اساسی مردم افغانستان نبوده. پس چیز مشکل؟ پس چرا ما دیگه حال است؟ چرا ما نمیبرایم از این حال؟
ما که بزرگترین منابع طبیعی دنیا را داریم 400 متر، ما که 70 میلیارد متر مکعب آب جاری داریم که هیچ کشور دنیا ندارد، 60 میلیاردش میرود پاکستان، ایران، آسیای مرکزی، ما تنها 10 میلیارد استفاده میکنیم. 10 میلیون هکتار زمین قابل کشت داریم، 2 میلیونش نیمچه کشت میکنیم و بوری آرده 1600 از پاکستان و هندوستان میفرستیم. اگر ما از 10 میلیون هکتار زمین خود 8 میلیونش کشت کنیم، شاید بوری آرد باشد 200 کنیم، 300 کنیم. اگر ما از 23000 مگاوات وقتی که آب ما تولید میکنند فقط 4000 مگاوات میگد افغانستان نیاز داره، مردمش که 2400 برق میدن، تمام خرجات و رسوالی ها و شهرها و برای 4000 مگاوات ما نیاز به 4 میلیارد دلار داریم که ما به عنوان شوکی در پارلمان گفتن که اگر روزایی که پارلمان جلسه داره بیاینم لانکروزرهای وکلا و سناتران در بازار ببرید، روزی که وزرا جلسه دارد لانکروزرهایشان را از ارگ و ارگک در بازار ببریم بفروشیم 4 میلیارد میشه. پس چرا ما از این دایره دوزخی بیرون نمیشه؟ باید بالا این فکر کرد و من امیدوار هستم که نسل جوان در باره این فکر کنه. تشخیص من این است که ما دو چیز کم داشتیم در طول تاریخ، تاریخ معاصرش بگیریم، تاریخ ثابتش بگیریم، تقوا و تخصص. رهبران افغانستان در تاریخ کسایی که تخصص داشتند، علم میگویند، علم میسازد کشور را. امروز مغز متفکر دوم دنیا برای افغانستان حکومت میکنه، اما هیچ کس پرسان نکرد که مغز متفکر اول کی است یا سوم میشه. امروز تمام وزرایی که در کابینه افغانستان است از سوربن و از هاروارد و از آکسفورد دیپلم دارد. پس علم هم مشکل ما را حل نکرد، به خاطر اینکه ما تقوا و تخصص در افغانستان در طول تاریخش کم بود داشت. اگر ما تخصص داشته باشیم و تقوا داشته باشیم، من مطمئن هستم که ما در 10 سال میتونیم با تنها امکانات خود در 10 سال میتونیم که سطح زندگی خود با اروپا بالا ببریم. من به این عقیده هستم که باید نسل آینده ما کسایی که دلشان میسوزند صداقت دارند، اما در عمل اگر ما یک ذره تقوا داشته باشیم و تخصص داشته باشیم، با این امکانات خداوند با ما داده، با جایی که ما بریم در ایران و پاکستان و اروپا کنیزی و غلامی کنیم، من معتقد هستم که آنها مجبور میشود که در اینجا بیاد کنیزی و غلامی کند. اگر ما متخصص و متقی در رأس دولت خود، در پارلمان خود، در قوه قضاییه خود و در کابینه خود داشته باشیم، تلاش من همیشه این است که ما بتانیم این دو چیز را با هم مخلوط کنیم و کسانی که سرنوشت افغانستان را به دست میگیرند این دو چیز داشته باشیم. اون رهبری که پلاو میخورد و در لانکروزر 50000 دلاری میرود و در سرخانش پلاو و چلاو و کباب و بود کباب و چپلی کباب و نمیدارم، او نمیتونه تقوا داشته باشد، او نمیتونه از قوم صحبت کنه، او نمیتونه از مذهب صحبت کنه، او نمیتونه از ملت صحبت کنه، بخاطر که از قومش در کوچش گریسته است، از مذهبش، از تنظیمش. دقیقا اینکه دسترخان از این پور است بخاطر که دسترخان مردم خالی کرده. من امیدوار هستم این تقوا رهبران ما داشته باشد، از دان خود بگیرم و دان مردم خود و دان امت خود بیاندازم. و من تقاضا دارم از نسلی که آینده در آینده افغانستان فکر میکنند که تقوا و تخصص با هم یک جا کنند. امکاناتی که افغانستان داره، من مطمئن هستم که ما در 10 سال، در 20 سال میتوانیم که یک کشور نیرومند، یک کشور قوی، یک کشوری که دنیا از نام ما بلرزد و جایی که ما از نام مثل ایران و پاکستان بلرزد. تشکر از توجه شما.